برای شبکه ورزش نظرسنجی نوشتم، همون سال برای بیمیده یه بازی نوشتم که یه بازی بود برای سیستم داخلیشون. تونستم یه سیارم برای مؤسسه اعتباری ملل بنویسم، پروژه مات سیارم بود مثلا. یه سی آر ام نوشتی؟ آره یه برای سی آر ام نوشتم. خب سلام، خوش اومدین به مجموعه ویدیوهای گفتگو با دانشجوهای سایت برتر و طراحهای سایت، کسایی که از طراحی سایت به درآمد رسیدن، کسایی که تونستن زندگیشون رو یه تغییری توش بدن از نظر درآمدی، از نظر زندگی حرفه‌ای. الان هر کسی که میخواد طراحی سایت رو شروع کنه یا داره یاد میگیره، اون چیزی که تو ذهنش اینه: اصلا میشه از این کار به درآمد رسید؟ اصلا میتونم یه درآمدی داشته باشم که حداقل به واسطه اون درآمد بتونم یه زندگی نرمال داشته باشم؟ تصمیم گرفتم با بچه‌هایی که تو این حوزه هستن، طراح سایتن، برنامه نویسن، حرفه‌ای دارن کار میکنن، صحبت کنم. نه به خاطر اینکه دوره سایت برتر رو شرکت کردن موفق شدن، به خاطر اینکه خودشون خواستن. حالا دوره سایت برتر یا دوره‌های قبلی ما، اصلا یا هر دوره دیگه‌ای، اصلا آموزش‌های رایگانی که تو یوتیوب دیدن فقط بهشون کمک کرده برای اینکه رایی که قراره مثلا 2 ساله برن و 2 ماه برن، ولی اصل قضیه خواستن خودشون بوده. یکی از اون عزیزایی که من خودم چندین ساله میشناسمش، از نزدیک دیدمش از اون موقعی که تازه شروع به کار کرده بود، هادی عزیزه. محمد هادی جان خیلی خوش اومدی. سلام، خیلی ممنونم از دعوتت. مرسی، متشکر. محمد هادی طاهری عزیز. محمد هادی فکر کنم 16 سالت بود که کمتر سال 98 بود دفترتون توی مالی آباد بود بکنم. آره که آره. به عنوان یه کارآموز اومدم پیشتون. آره تقریبا کنم 14 یا 15 بود اگه اشتباه نکنم، 14 یا 15 سالش بود. آره. معمولا بچه هایی که میان پیش من، مخصوصا حالا تو اقوام و دوستان، اصلا میگن خب بچه ما هم بهش یاد بده مثلا طراحی سایت یاد بگیره، دوست داریم از 13 14 سالگی 15 سالگی شروع کنه طراحی سایت یاد بگیره. خب تکنیکی که خودم استفاده میکنم اینه، برای اینکه تایم زیادی نذارم، چون میدونم خیلی‌ها خودشون واقعا مثلا اون کسی که میخواد استارت بزنه، اون فرد نوجوان خودش علاقه ای نداره به اینکه بخواد طراحی سایت رو پیگیری کنه، اصلا میدونی دوست نداره اون کارو، یا اگرم دوست داره واقعا عزمش جزم نیست برای اینکه بخواد این کار انجام بده. کاری که انجام میدادم من محمد هادی جان این بود که یه سری اون موقع آموزشا رو ویدیو روی DVD بود، CD و DVD بود اگه خاطرت باشه، طبعا. آموزش دوره 0 تا 100 طراحی سایت بود و دوره وبمستران طراحی. آره. بعد اینا رو من رو DVD آماده بهشون میدادم، گفتم اینو برو بده به بچه‌ت مثلا ببینه، 1 ماه 2 ماه دیگه بیاد نتیجه‌شو بهم بگه، بعد یه سری سوال ازش میپرسم، اگه واقعا دیدم تو یکی دو ماه پیگیر بوده، کارو یاد گرفته، خب ادامه میدم کارو باش. اکثر یعنی 99% قبل از اصلا محمد هادی، هر کسی که می اومد، یه نوجوان می اومد این DVD ها رو بهش میدادم، میرفت دیگه پیداش نمیشد. چرا؟ چون واقعا پیگیر کار نبود. محمد هادی اومد و گفت من میخوام یاد بگیرم. گفتم این DVD اول رو بگیر، برو یاد بگیر، بیا هر وقت که دیدیش با هم دیگه باز ادامه میدیم. یادم طراحی سایت بود، 0 تا 100 طراحی سایت بود، برنامه نویسی HTML, CSS و HTML و CSS و کدکس های وردپرس و جاوا اسکریپت داره. گفتم که اینو برو ببین، اگر به نتیجه رسیدی و تونستی ازش چیزی یاد بگیری بیا. گفتم احتمالاً مثل اون 99% بقیه میره دیگه پیداش نمیشه. فرداش بود یا پس فرداش؟ روز بعدش بود. اومد و گفت که من طراحی سایت و اون جلسه که بهم دادی دیدم و گفتم مطمئنی؟ گفت آره. یه سری سوال ازش پرسیدم، گفتم سوالا همه رو یاد گرفت. فکر کنم 7 یا 8 قسمت من داده بود. 7 8 قسمت روی یه دونه DVD بود. 4 تا یا 3 تا DVD بود که یه دونه‌شو بهت دادم. DVD دومو دادم، دیدم فرداش باز اومد همه رو یاد گرفته. DVD سوم دیدم نه واقعا پیگیر کاره. گفتم خب محمد هادی جان شما میتونی بیای تو تیم خودمون به صورت کارآموزی. استخدام بشی، کار کنی با ما. بعد یه مدت هم که کار کردی و دیدم نه واقعا پیگیر بودی، خب کلا کارهای مهمتری بهت دادیم انجام بدی، یه تایمی تو تیم خودمون استخدام بودی. بعد از اون گفتی که من درآمدی که مد نظرمه یه درآمد حقوق کارمندی نیست که توی یه تیم بخوام بگیرم، پس خودم میخوام برم طراحی سایت. از اونجا به بعد شو خودت بگو چی کار کردی، چقدر رو یاد گرفتی، یعنی چقدر پیگیر یادگیری بودی بعد از اون 6 ماهی که پیش ما بودی و چه پروژه‌ای انجام دادی؟ خب اول خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم و اینکه خب من از روزی که شروع کردم در واقع به یادگیری طراحی سایت با همون وردپرس شروع شد برای بیسش و خب بعدش
وارد بحث برنامه نویسی شدم، همون دوره که سفزای طراحی سایت بود که خب HTML و CSS و JavaScript و اون کودکس های وردپرس رو داخلش توضیح میده. خب اول اون تایمی که با شما کار کردم خب یه سری تجربه خیلی خوبی کسب کردم توی زمینه و خب تونستم یکم روی وردپرس مسلط بشم و خب دید خودم هم این بود که بتونم بیشتر توی قسمت برنامه نویسی فعالیت کنم، اینکه حالا بتونم یه سری پروژه هایی رو بگیرم برای خودم و توی این کار بتونم به اون نقطه‌ای که دوست دارم برسم. خب شروع کردم کم کم کار کردن، توی مدت تونستم با یه سری از شرکت های خیلی خوب ایران کار کنم که حالا میخواید من چند تاش مثال بزنم؟ آره حتما. مثلا من سال 1400 برای شبکه ورزش نظرسنجی نوشتم، همون سال برای بیمیده یه بازی نوشتم که یه بازی بود برای سیستم داخلیشون، اینجوری بود که یه نظرسنجی مثلا مثل کویز آف کینگ سالا میاد شما جواب میزنید، اگه درست بود میری مرحله بعد و اگه نبود شما اونجا فیل میشه بسته. و تونستم یه CRM برای مؤسسه اعتباری ملل بنویسم که شاید یکی از بهترین پروژه‌ای بود که یک سال من درگیرش بودم تقریبا. و بعد از اون تونستم آخرین پروژه که الان انجام دادم پروژه ماد CRM بود مثلا. یه CRM نوشتم. کامل صفر تا صدشو خودم انجام دادم، برنامه نویسیشو، هم قسمت بک اندشو، هم قسمت فرانت اندشو. و کلاً الان دارم سعی میکنم بتونم توی زمینه برنامه نویسی به اون نقطه که دوست دارم برسم. و خب حالا با خودم مشورت کردم این که حالا بخوام یه در واقع اون تیمی که توی ذهنم هستم رو اندازی کنم برای خودم. و خب همون تو مسیرم دیگه، یعنی اون چیزی که توی ذهنم بود از روز اول اومدم پیش شما به عنوان کارآموز، احساس میکنم پیشرفت خیلی خوب بوده. من اینکه از صفر اومدم، حالا نمیدونم میخواد این تیکر من بگم نگم، اولین دستمزدی که من گرفتم یادتونه؟ اولین دستمزدی که گرفتی من بهت دادم؟ آره. مالی نبود. نه. دوره به مستران طلایی بهت دادم. به عنوان دستمزد. اون که به عنوان دستمزد قبول کردم، ولی خب یه چیزی که من یه تایمی قاربش میان مارکت داشتم یادتون باشه. آره. و من دموهاشو داشتم میزدم خب. و یه روز زور بود دیگه، دموهاش زور بود، اولین دستمزد من یه نهار بود اگه یادتون باشه. نه یادم نیست راست. خب توی دفتر مالی بود اگه یادتون باشه، اونجا که بودیم اولین دستمزد من یه نهار بود خب. و بعد یعنی همون برای من خیلی نقطه امید بود، من مثلا چند ساعت روی قضیه کار کردم و یه دستمزد گرفتم و همون برای من خیلی یعنی در واقع نقطه امیدی بود که مثلا بتونم کار کنم دستمزد رو بیشترش کنم. و واقعا همینم شد، یعنی تونستم مثلا حالا اون از صفر صفر که واقعا بودم، روزی که اومدم باهاتون صحبت کردم لپتاپ نداشتم. آره یادم، لپتاپ نداشتی، گفتی من تو خونه سیستم دارم، لپتاپ تو دفتر ندارم که بیارم، گفتم اوکی کار کن لپتاپ می‌خری، بعد کار کردی لپتاپ. آره خریدی، اول هم سیستم شرکت بود که کار. آره دقیقاً. و لپتاپم که گرفتم لپتاپ خیلی داغونی بود، دل 230 بود که اینقدر قطرش بود و هفته یه بارم تقریبا خراب بود، من دوباره مجبور بودم مثلا برم تعمیرگاه کارا رو انجام بدم. که خب حالا به مرور گذشت و من تونستم مثلا حالا سیستم بهتر بگیرم، از اون بعد تجهیزات بهتر بگیرم تو این کار. و خب حالا امیدوارم که بتونم تو این مسیر همچنان باقی بمونم. و قطعا میتونی بمونی، چون من چند روز پیش یه آیدی اینستاگرام، یه استوری اینستاگرام ازت دیدم، یه سی آر امی رو که نوشته بودی داشتی توی یه سالن کنفرانس معرفی میکردی. همین الان که دماش صحبت کنم موهای بدنم سیخ شد. جالب بود برام که مدیرای شرکت های خیلی قدره ایرانی نشسته بودن، شما داشتی بهشون اون سی آر ام معرفی میکردی، سی آر امی که خودت نوشته بودی. میدونم بعد از نوشتن اون سی آر ام هم چیزی که خودت بهم گفتی، باز این مدیرا اومدن باهات ارتباط گرفتن، هر کدوم جداگونه یه سری پروژه ها رو الان انجام دادی، یه سری پروژه ها رو اصلا نگرفتی ازشون به خاطر قیمت پایینی که داشت. یه چیزی که توی تو من دیدم و خیلی جالبه برام این که قیمت پایین کار نکردی. دقیقاً. یه جایی یادمه یکی اولین پروژه‌ای که گرفته بودی، نمیدونم یه مغازه‌ای بود سر کوچه‌تون، براش سایت طراحی کردی 200,000 تومان که پولم بهت نداده بود، نمیدونم یک ماه کار کردی، یک ماه کار کردی براش پولم بهت نداد. نمیدونم بالاخره پولت رو دادی یا نه. پول اون چیزی که باید میشد نبود، ولی خب عملاً اینم آره. رایگان کار کردم براش. آره عملاً، ولی خب رایگان عملاً کار کرد، حالا برای 200,000 تومان یه پروژه‌ای بود که کار کردی. و الان صحبتی که می‌کردی دیروز باهام، دیدم اصلا سقف زنیت خیلی بیشتر شده. قیمت های پایین دیگه راضی نیستی، یعنی یه نفر گفتی بهم گفتن که یه سایت وردپرسی فلان میخوام مثلا 30-40 میلیون تومان، گفتی من 30-40 میلیون تومان یه سایت فروشگاه سادم الان نمیزنم. آره دقیقا همین. توی اون حالا کنفرانس که داشتم در ارتباط سیارمه، یکی از افرادی که حالا من تونستم باش ارتباط بگیرم، خب مدیر یه شرکت توی شیراز هست که حالا من به خاطر یه سری مسائل نمیتونم اسمشو بیارم، حالا چیزی که بود از من درخواست کرد. آره. و خب
این شخص بالای 1000 میلیارد تومان سرمایه داشت فقط این قسم، یعنی شاید بگم نصف از شرک صنعتی در واقع اختیار این بود، این شخص بود و مدیر عامل اون شرکت بود چیزی من باهاش صحبت می‌کردم و می‌خواستن این سیستم برای خودشون پیاده سازی کنن و خب قیمتی که به من دادن تو همین رنجا بود که حالا من برام استوریج کردم تو پیج خودم که اینکه خب من مثلا برای یه سری موارد کار نمی‌کنم، چرا؟ چون که احساس کردم اون ارزش که من میتونم برای یه کار داشته باشم با توجه به این که خب واقعا اولین رو بگم که خب رسیدم به یه موفقیت توی کار هر کسی میتونه بهش دسترسی کنه، یعنی دسترسی داشته باشه، ولی خب یه سری شرط و شروطایی داره. اینکه مثلا من خودم 2 سال 3 سال از زندگیمو کلا تمرکزم گذاشتم روی بحث کار و شاید از خیلی از خوشیام زدم، از خیلی از تفریحاتم زدم و واقعا هم همینجوری بود و روزانه بالای 15 ساعت من مثلا داشتم یاد میگرفتم و همزمان کار میکردم برای اینکه بتونم تو اون کار پیشرفت کنم و چیزی که بود یه چنین مبلغی دقیقاً به من پیشنهاد داد برای این کاره و من خب شاید اگه یه نفر دیگه بود میگفت جهت صرفا ارتباط که من میتونم با این شخص داشتم کارا رو انجام میدادم و چیزی که من بهش جواب ندادم توی این قضیه با اینکه شاید مثلا میتونست برای من خیلی بهتر باشه، ولی خب چیزی که من خودم بهش رسیدم این که با این مبلغی برای یه سری افراد این کارا رو انجام ندادم، احساس میکنم زمانم ارزش بیشتری داره برای این کار. کلا کسی که قیمت پایین میده آدمی نیست که بتونی باش تو طولانی مدت کار کنی. قیمت پایین دادی تو ادامه مسیرت هم مجبوری قیمت پایین بدی. اگه یه بار قیمت بالا بهش دادی میگه شما که قیمتت این نیست. یعنی قیمت رو همون رو تو نگاه اول و صحبت اول قیمتت رو متوجه میشن افراد. حالا قیمت بالا بدی تو رو دیگه به عنوان یه شخص گرون میشناسن، قیمت پایین بدی تو رو به عنوان یه شخص ارزون. اینو من خودم اون تایمی که سال بین تایمای سال 88 تا 94 که طراحی سایت انجام میدادم خیلی باهاش مواجه شدم. یکی از اشتباهات خودم اون تایم این بود که مثلا اوایل خب خیلی خیلی امیدوارم دوربین اونو باد نبره، خیلی خیلی قیمت رو پایین میدادم، با 20,000 تومان کار میکردم. بعد یه جایی رسید که مثلا سال 94 خب تقریبا 2 تا پروژه در ماه میگرفتم 2 میلیون تومان. 2 میلیون تومان اون موقع اندازه فکر میکنم 30-40 میلیون الان بود. خب درآمد خوب بود آره، ولی باز اگه ادامه میدادم بحث طراحی سایت و خودم به شخصه انجام میدادم، بعدا که اصلا توی حالا توی تیم میهن وردپرس پروژه طراحی سایت میگرفتیم میدادیم بچه ها انجام بدن، اگه خاطرت باشه قیمت پایین کار نمیکردیم. مثلا سال 96-97 زیر 50 تومن پروژه طراحی سایت نمیگرفتیم مثلا. آره یه تلفیقی داری، خوبیه تو از دید من اینه که یه تلفیقی داری از حرفه‌ای بودن و قیمت حرفه‌ای دادن. میدونی چی میگم؟ کارتو بلدی؟ چون الان ببین مثلا من خب از 96 تا الان که میشناسمت 96 اومدی پیش من به عنوان یه شخصی که بخوام یه چیزی یاد بگیرم. الان مثلا منگو دیوی من میخوام کار کنم، خودم دانشی در موردش ندارم، تخصصم وردپرس، تخصصم مدیریت سایت SEO. اگه بخوام یه روزی کار کنم این قضیه رو میام از تو میپرسم و این خیلی برام جالبه که تونستی رشد بدی خودت رو تو حوزه‌های مختلف، تقریبا یه فول استک دیولپر باشی یا حداقل یه وب دیولپر باشی، یعنی تو زبان‌های مربوط به وب حداقل حرفی برای گفتن داری. از اون طرف ارزش کارتو میدونی، نه گندگویی داری که من آره من یه طراح سایت حرفه‌ای ام و هیچی بلد نباشی، اینجوری نیست واقعا. بلدی اگه میگی من حرفه‌ای پول میگیرم و گرون کار میکنم، واقعا حرفتم گرونه، یعنی ارزش داره کارت. و اینکه اونجوری هم نیست که یه آدم فوق العاده فول باشی از نظر دانش فنی قیمتتو پایین بدی. اینو دیدم، یعنی یا خودشون رو خیلی گرون میدونن و دانشی ندارن، یا دانش زیادی دارن و خودشون رو ارزون میبینن. تو تلفیقی از این دو رو داری، یعنی هم حرفه‌ای کار میکنی هم پول خوب میگیری بابت کارت. مثلا اینو قطعا ادامه بده و به نظرم آره قطعا یکی از چیزایی که حالا شاید آدم بتونه اینکه توی مسیر دارن بده، خب بس درآمد است. آره. ما هممون داریم کار میکنیم برای اینکه بتونیم درآمدمون رو بهتر کنیم و از اون سمت یه سری پروژه‌های بگیریم که برای ما آینده‌دار بشه. مثلا همین پروژه که من میگم گرفتم، اینا پروژه‌ای نبود که یک بار بیاد و بره. آره. پروژه‌ای بود که مدام من دارم باشون کار میکنم و پشتیبانی دارم هر کدوم از این پروژه‌ها. آره. و اگه مثلا 5 تا پروژه گرفتم، اینا هر کدومشون مدیریت‌های خودشون دارن و پشتیبانی بشن توی طول ما. و خب اگه من همون اول کار می‌خواستم حالا در رابطه با مثلا قیمت بهشون یه مبلغی بدم که مثلا از اون سمت خیلی بالا بود، شاید منجر به این نمیشه من بتونم باشون ادامه بدم. آره. و از یه سمت هم قیمت رو خیلی پایین ندادم و از اون سمت اون در واقع شخص که باش کار میکردم و متقاعد کردم که ارزش کار من اینه. آره. و اگه میخوای با من کار کنی این شرایط رو داره. آره. الان برای پروژه جدیدی که میخوایم راه بندازیم، محمد هادی و من انتخاب کردم به عنوان مدیر تیم برنامه نویسیمون، یعنی سرپرست تیم برنامه نویسی انتخاب کردم محمد هادی. اگر
تخصص نداشتی تو حوزه برنامه نویسی، روی این پروژه سنگینی که قرار کار کنیم که تو حوزه هوش مصنوعی هم هست، به هیچ عنوان نمی اومدم محمد هادی رو انتخاب کنم. حالا نمیدونم در ارتباطش توضیح دادید بچه‌ها، یعنی که یه سورپرایز؟ نه یه سورپرایزه که حالا هنوز، ولی اینجا بهتون بگم که خیلی پروژه خفن، یعنی قرار قشنگ ایران رو دگرگون کنه توی بحث فوکس. آره. و همینطور سطح بین‌المللی، چون که اصلا من نمونه مشابهی ندیدم توی این قضیه. نمونه مشابهی نداره و اینجوری بگم که همه کارا رو انجام میده، یعنی عملا نیروی فروش میتونید درگیر کارهای دیگه کنید در این حد بتون بگید. آره خودمون تو میهن وردپرس دقیقاً با بچه‌های تیم فروش صحبت کردیم که قراره این کارو کنیم و قراره بچه‌ها از این به بعد اصلا شما قرار نیست اخراج بشید از کار، قراره یه مدل دیگه ای از کارو پیش ببرید، به دنبال ایده فروش بهتر باشه. آره دقیقاً برنامه اینه که تیم فروشمون بره به سمت اینکه اصلا فقط ایده بده بهمون چجوری بفروشیم. همین. آره سبک محمد هادی سبکیه که گرون کار میکنه و حرفه‌ایه. نمیگم همه باید این مدلی کار کنن، شما شاید سبکت این باشه که دوست نداری بری زمان زیادی بذاری برای یادگیری، پس پیشنهاد نمیکنم قیمت گرونم بدی، همون قیمت ارزون بده، مثلا با 100 تومن 200 تومن 500 تومن 1 تومن سایت طراحی کن، ولی هیچ وقت نمیتونی به اون درآمد فوق العاده ای که میخوای برسی. آره دقیقاً باید ببینید دیدت چیه. مثلا من دید خودم چون که واقعا از زیر صفر شروع کردم، شاید یادتون من تایم که اومدم پیشتون یه لپتاپ نداشتم، اون موقع لپتاپ 1 تومن مثلا میتونستم یه لپتاپ شاید در حد 9 بگیرم تایم که اومدم پیشتون، و من همون لپتاپم با حالا سرم خیلی پایین تر بود با هزار تا گریوزایی تونستم اون لپتاپ برای خودم جور کنم، و خب چیزی هم که بود بعدش لپتاپ خب عملا 24 من تعمیرگاه بودم. آره یادمه هر روز زنگ می‌زدید امروز هاردش سوخت امروز پاور. آره دقیقاً و این مسائل رو داشت، و خب بسیار داره که اون سقف چیزی که توی ذهنمون تعریف شده، مثلا سقف درآمدی که مثلا برای یه شخص ممکن تعریف شده باشه، کارمندی باشه مثلا نهایتاً 30 میلیون تومان. آره یه دیدی ممکن مثلا برای یه شخص برنامه‌نویس باشه بگه من نهایتاً بتونم خوب کار کنم 50 میلیون تومان، مثلا یه فول استک کار کنم. ولی خب من تا جایی ممکن تونست افراد دورم رو دیدم که واقعا از صفر تونستن به یه جایی برسن. نمونهش خود شما، اینکه از سال 80 دارید کار میکنید و خب 88 سال 88 دارید کار میکنید و خب میدونم که شاید شما هم شاید تقریبا مثل من بود از زیر صفر یعنی شروع کرد. اصلا ایده این که گفت، یعنی در تو دیدم که برای تایم بذارم، تایم زیاد واقعا برات نذاشتم، چرا بگم تایم زیاد برات گذاشتم، برای اینکه برات انرژی بذارم. خب چون تایمی که مثلا ما دفتر داشتیم، خب شاید در روز 100 نفر تماس میگرفتن میخواستن طراح سایت بشن، از دور و بریا خیلی میخواستن طراح سایت بشن، ولی تمرکز گذاشتم روی محمد هادی. میدونی چی بود؟ قبلا خودمو دقیقاً دیدم توی تو. یه آقای بود یاسر، یکی از دوستای خیلی خیلی خوبمه یاسر، من زمانی که تازه اومدم شروع به کار کنم لپتاپ نداشتم دقیقاً، یه دفتر خدمات اینترنت داشت تو معرف داشت. من رفتم پیشش گفتم یاسر خیلی دوست دارم من کار کنم، ولی نه لپتاپ دارم نه فضای کار دارم. گفت که اوکیه. چه سالی؟ بیا سال 92-93 طراحی سایتو کار میکردم، ولی درآمدش خیلی پایین، مثلا 20,000 تومان در حد مثلا بخور نمیر بود، نمیتونستم حتی باشه لپتاپ بخرم. یاسر گفت بیا اتاق مدیریت من دست تو، من که لازمش ندارم، نصف روز دست خودم باشه نصف روز دست تو، صبح تا زورا تو بیا کار کن، عصر خودم کار میکنم. گفتم خب لپتاپ ندارم. گفت یه دونه کامپیوتر هست اتاق مدیریت با اون کار کن. هنوز عکسشو دارم میذارم. بشه مثل خودم یه جوری عملا، حتی بدتر، شرایط بدتر شاید، یعنی حالا لطفی که یاسر به من داشت خیلی زیاد، دفترشو در اختیارم، اتاق کارشو قرار داد. من صبح زود میرفتم دوره آموزش وردپرس رو ضبط میکردم، اولین دوره آموزش وردپرس که اصلا همین دوره منجر شد میهم وردپرسی به وجود اومد و پدید اومد. و روزی که به یاسر گفتم میخوام برم دفتر جدا بزنم، میدونی چی بهم گفت؟ همیشه این حرفو میزد، میگفت اگر من یاسر، اون چون خودش هم از صفر رسیده بود به اینجا و یه شرکت بزرگ اینترنتی تو استان فارس داشت، گفت اگر من تونستم از کاری که انجام میدم توی مدت 10 سال به این جایی برسم که الان یه شرکت دارم، یه خونه، یه مثلا 3 طبقه خوب تو مرفتش دارم، نمیدونم فلان ماشینو دارم، فلانو دارم و این شرایط الانمو دارم، اگه تونستم برسم به این شرایط، تو باید خیلی زودتر از من برسی. اگه من تو 10 سال تونستم اینا رو جمع کنم، 20 سال تونستم اینا رو جمع کنم، تو باید تو 2 سال این کارو کنی. و واقعا این اتفاق افتاد. تو 2 سال گفتم یاسر اوکی هستم. تو 2 سال دقیقاً رسیدم به اون شرایطی که داشت. و دقیقاً اینو توی تو دیدم. یعنی دیدم داری رشد می‌کنی و می‌خوای که رشد کنی، چون خواستن خیلی مهمه. آره دقیقاً. دیدم میخوای رشد کنی، اصلا متوجه شدم، گفتم مطمئنم محمد هادی توی 2 سال به اون چیزی که من توی 8 سال بهش رسیدم میرسه.
واقعا هم رسیدی، دمت گرم. ممنونم. و خب یه جوری خب اول من همه اینا رو لطف شما میبینم که همون تایم مثلا من عنوان کارآموز قبول کردید که بیام به شما کار کنم. و خب توی اون مدتی که یعنی در واقع شاید بگم اصلا تمام این قضایا، اگه یه چیزی هست میگن شما اون نقطه شروع خیلی مهمه. اگه مثلا من با یه تیم کار میکردم که خب شاید شخص مناسبی نبود، مثلا مسیر من کلا به یه جایی کشیده میشد، ولی خب چیزی که بود من اون تایم جای درستی قرار گرفتم به نظرم، و اون افرادی که توی محیط کار بودن باعث شدن که من بتونم مسیرم رو به خوبی پیدا کنم، یعنی تو این قضیه. و شاید میخوام بگم اون کسایی که باهاشون شما شروع میکنید به کار کردن خیلی مهمن تو این قضیه، اینکه اون شخص مناسب باشه یا اینکه شما رو به یه مسیر بری مثلا هدایت کنه. آره این میتونه باشه، ولی من میگم تو داشتی یه پله رو بالا میرفتی، یکی از این پله رو من برات چیدم. و خب شاید همون پله اولی من یه جوری، ولی بالا رفتن از اون پله کار خودت بود. میدونی نگاه کن، اصلا تعارف و اینا رو بذاریم کنار، من قبول دارم که خب من حالا اون روز یه کاری کردم که تو تونستی مسیر رو استارت بزنی، شاید یه جایی یه حرفی زدم که با اون حرفه تونستی کلا مسیر رو تعویض کنی، شاید اون روزی که مثلا گفتی من لپتاپ ندارم گفتم اوکی سیستم شرکت هست بیا بشین کار کن، خب اون روز مثلا من این کار رو برات انجام دادم. ولی همین که الان میبینم به یه جایی رسیدی خودش جوابه. و همیشه هم میگم الان به خاطر اینکه تو دوره اون موقع الان مستران طلایی بود، الان سایت برتر شرکت کردی، نیستش که تو الان اینجا رسیدی. آره اینو به خاطر این که خوبه که بدونن اون در واقع نقطه قوتی میتونن خودشون باشن. خودشون باشن. من 100% بحثم تو این ویدیو اینه. آره یه جاهایی ممکنه نیستم مثل برخی اساتید که مثلا میگن آره فلان دانشجو دوره منو شرکت کرد، درآمدش مؤبد شد 5 میلیون تومان، درآمدش مؤبد شد 100 میلیون، من الان فلان کارو مثلا فلانی فلان مغازه بزرگو تو تهران داره، این دانشجوی من بوده. به خاطر نگاه کن تاثیر داشته، ولی شاید تاثیرش 5% 10% بوده. ولی دمت گرم که خواستی و تونستی. مرسی. و خب حالا من چیزی هم که توصیه میکنم به افراد تو این قضیه اینه که خب بس اینکه شما مسیرتون رو بخواید پیدا کنید، شاید حالا به قول شما اون مثلا یه دوری مثلا به مثلا تلی که اون تایم که من شروع کردم بود، میتونی یه در واقع هدایت کنه شما رو به اون چیزی که میخواید. و حالا اینی که الان شما میگید بقیه مسیر خودتونید، اینو من یه جوری بهش باور دارم. چرا؟ چون که اینجوری که شما باید از خیلی از چیزا بزنید واقعا، یعنی باید از اون تفریحی که اگه الان دارید بزنید و از سری خوشی باید بزنید، و این قرار نیست خوشی همیشگی باشه، یعنی اینا رو قیدش رو همیشه بزنید. یه تایم کوتاهی شما این تایمر رو میذارید، این تایم کوتاه ممکن برای بعضیا یک سال باشه، برای بعضیا دو سال باشه. منظورم از تایم کوتاه مثلا تایم 3 ماه یا مثلا 6 ماه نیست، هرچند که بعد از 3 ماه میتونن به درآمدی برسن، بعد از 6 ماه میتونن به درآمدی برسن. ولی اون نقطه‌ای که مثلا حالا شاید ایدئال من مثلا این بوده که مینیمم مثلا بتونم یه عددی رو توی طول ماه بزنم. آره حالا نمیدونم، حالا جاش هست صحبت کنم. آره در مورد عدد پروژه بگو، اگه دوست نداری در مورد درآمدت بگی، در مورد ماهانت بگی، در مورد عدد پروژه بگو. خب مبلغش بالای 600 میلیون تومان بود، چیزی بالای 600 میلیون آره. تومان برای یک پروژه. آره برای یک پروژه عالیه. میخوای چند تا دیگه از پروژه هم خودت به انتخاب خودت مثلا فکر کنم یکی از چیزایی که دیگه عددش خوب بود بس مؤسسه ملل بود که عددش بالای 150 میلیون تومان بود. فکر کنم قبلا توی یکی از استوریاتون هم اینو گفته بودید که عدد رو من حالا شاید دقیق نگفتم، ولی خب توی یک کافه نشسته بودیم و درآمد ماهانه بود. اون موقع اومدی پیشم، یک سال پیش بود دقیقاً همین مواقع، من تازه اومده بودم شیراز، گفتی که درآمد اومدی گفتی درآمدم رسیده به 50 تومان، میخوام بره بالای 100 تومان، درسته؟ یه چنین چیزی بود. آره گفتم که مسیرت ادامه بده میرسی بهش، یه سری صحبت هم با هم کردیم و الان مطمئنم خیلی بیشتر از اون. آره مثلا اگه یادتون باشه یه روز آخر شب بود با هم دیگه میت گذاشتیم، حدود یک سال یک ساعت و نیم صحبت کردیم. آره. و اصلا بس سر همین درآمده بود، اینکه گفتم چجوری مثلا میتونم این درآمده رو بیشترش کنم. یه توصیه من کرد، گفت که مسیر درسته، تو مسیرش هستی. آره. فقط باید یکم بهش زمان بدی اینکه بتونی کاری بهتری بگیری و از اون سمت عددی بهتری دریافت کنی. که خب یعنی با گذشت زمان و زمانش هم خیلی نشد، شاید بعد از چند ماه مثلا تونستم این پروژه رو بگیرم و خب عددش برای من خیلی جذاب بود، اینکه بتونم از اون جایی که مثلا صفر بودم برم و مثلا برسم به این عدد. آره به نظرم همه حرفا رو زدی، چیزی که واقعا یه نفر همین چند تا کاری که انجام دادی یا انجام بده تو هر شرایطی هم میخواد باشه، میتونه به درآمد خیلی خوب برسه، میتونه بشه یه طراح سایتی که الان مثل محمد هادی یه روز تهران دعوتش میکنن براش هتل میگیرن میره اونجا، تو استوریات میبینم میره اونجا فلان کارو انجام میده، یه روز شیراز فلان کارو داره انجام میده و پروژه خوب داری میگیری، این خیلی خوبه. و ارتباطت با آدم اولی باعث شد که اون شخص مهمه دومی و سومی هم پیدا کنی، ارتباط با دومی سومی پیداش مشخص شد که و الان داری با آدمای صحبت میکنی که من
خودم هر از گاهی تو دلم میگم کاش من میتونستم به هادی بگم یه ارتباطی با این آدم بگیرم، آدم خیلی خفنیه که داره با هادی کار میکنه، و خوشحالم از این که وقتی دو با یه نفر صحبت میکنی مثلا میگی که من با فلان مؤسسه دارم کار میکنم، بعد تو دل خودم چقدر خوشحال میشم، میگم محمد هادی احتمال 99% وقتی اون فرد میگه کجا یاد گرفتی پیش کی بودی اسمی هم از من میاره بعد از حد است، و خیلی خوشحالم میکنه این، یعنی میگم ببین الان تمام دور و بریم شما رو میشناسم، کار خاصی انجام ندادم واقعا برات، ولی همین که بالاخره میگم تو اسم اون یه دونه پله رو بذارم واقعا خوشحالم، واقعا من لطفتون رو اصلا هیچ وقت فراموش نمیکنم، و این قضیه هم دقیقاً همین الان تمام دور و بری من یعنی شما رو به اسم حداقل به رضا میشناسم، اینکه مثلا من وقتی اسم رضا رو میارم میگن همون که اصلا پیشش کار میکرد یه تایمی، و خب تنها چیزی که میتونم به بچه‌ها بگم اینه که استمرار و اینکه واقعا توی کارشون ناامید نشن، 100% شما بهشون میگید که شکستای ممکنه توی مسیرشون باشه و 100% هم به همین صورته، ولی خب اینا همیشگی نیست، یعنی بعد از یه تایمی شما قرار نیست همیشه شکست بخورید، اصلا شکستی در کار نیست، میدونی من زیاد بحثو میدونی انگیزشیش نمیکنم، شکستی در کار نیست، یه پروژه است میگیری یه پروژه است نمیگیری دیگه، قرار نیست مثلا ضرر چندانی کنی تو کارت که دقیقاً چه چیزی تو یه نقطه صفری بودی الان رسیدی به اینجا، حالا تو این نقطه صفره مثلا فرض کن 2 سالم کار میکردی تا این میذاشتی، بالاخره تو اون صفره که نمیمونده، مثلا درآمدت میشد ماهی 2 میلیون، خب بهتر از اون صفره بود، آره یه چنین چیزی، خیلی هست من الان میشناسم مثلا یارو 35 سال 40 سالش هنوز تو نقطه صفر است، چرا؟ چون هیچ کاری نکرده. دمت گرم، مرسی مرسی از خودت، سلام، مرسی.